Liebe Leute, Liebe Freunde, Guten Tag Wir beginnen mit Lektion 208 از سری درس های آلمانی به فارسی پونکت کام خب یه که ما در درس 201 در مورد ناختم و بفر صحبت کردیم در مورد ناختم بود فکر کنم اونجا و یه اشتباه در اونجا به وجود اومده بود در واقع که ما اینجا میخواهم اونو تصیی کنم و از این فعل هایی هم که یاد گرفتیم از درس 270 تا, تا الان از توی این حالت استفاده کنم که واسه شما یه تمرین هم بشه برای من اینجا یکم بیشتر به شما تمرین میدم که شما هم تمرین کنید هم یه نکته از تصحیح کنید در واقع بچه ها ناختم یعنی بعد از این که این که داره یعنی وقتی ما میگیم بعد از اینکه که پشتش یه جمله میاد جمله میاد که فعلش خرگوشی میشه میره آخر به همین ترتیب بف... بعدش یه جمله میاد فعلش میفته آخر مهمه که بدونید در مورد ناختم همیشه همیشه جمله گذشته است یا حالا گذشته پرفکت هست یا گذشته بعید هست یعنی پلوس کوام پرفکت هست با حته یا وا حالا مثال میزنم و جمله که بعد از ناختم میاد چون اینا در واقع هم جمله پایه و پیرو میشن حالا بهتون میگم جمله ای که بعد از ناختم میاد یه زمان جلوتره بهتون براتون مثال میزنم مثلا ناختم ای بعد از این که من دوش گرفتم من میخوام الان بگم هنوز دوش نگرفتم میخوام به یه نفر بگم بعد از که دوش گرفتم میریم بیرون تو فارسی اینجوری میگیم دیگه درسته هنوز دوش نگرفتم میخوام الانو بگم ناختم ای همیشه هیچ وقت اینجا زمان حال نمیاد بچه ها وقت ناختم ناختم ای دوشت هابه یعنی وقتی دوشت گرفتم تو فارسی هم دقیقا همینو میگیم وقتی دوشت گرفتم بعد از اینکه که دوشت گرفتم یعنی حالت پرفکت هست ایشا بگی دوشت ناختم ایش که دوشت هابه. حالا تو فارسی میگیم میریم بیرون تو همینم هم به همین حالت هست میتونیم بگیم گم ویا آوز میریم بیرون او دا گم ویا اینس کینو میریم سینما پس ناختم همیشه جمله اینجاش هیچ وقت حال نیست و همیشه جمله بعدیش یه زمان جلوتره ببین اینجا مثلا این ها گدوش پرفکت است گذشته است گذشته بوده ببین اینجا شده حال گم وی این کینو یا وردن وی میتونیم با وردنم هم بگید ولی به هر حال اینو باید بدونید گذشته است اینجا با ناختم هیچ وقت زمان حال نمیاد و این دو تا جمله زبانهاشون یکی نیست ببینید این زمانش یکی عقبتر از اینه یه مثال دیگه میزنم ناختم هنوز نگرفتم ها الان دارم میخوام یه چیزی بگم واسه در... در, واقع همش آینده است هنوز نگرفتم من میخوام بگم وقتی که دوش گرفتم موامو شونه میکنم ناختم ایخ که دوش دابه. بچه این دو تا این دوتا ام داره میشه کمن ای هست که کمن زیخ کمن زیخ دی کمن یعنی موهای خود را شونه کردن گفتیم همیشه وقتی عضوی از بدنتون رو میشورید یا شونه میکنید میگیم ایش هابه میه من برای خ... میه دی میه دست گزیشت میه دیهنده هنده گواشن میه میه رو گفتیم درس دویست تا دویست و خوردهی بود اگر یادتون رفته تکرار بکنید ناختم ایش گدوشت هابه کم ایش میه دی هاقه مثلا دوست بهتون میگه یه نفر بهتون میگه خب موهاتو شونه کن میگید نه نه وقتی که دوش گر... بعد از اینکه دوش گرفتم گرفته شد... گرفته باشم یعنی تموم شده خواهم کرد ببینید این زمان حال گذشته پرفکت هست ببینید این زمان حال است که میش میه دی هاقه که میش میه دی هاقه خب پس این مهم بود که ناختم یه زمان همیشه عقب‌تر اون جمله ای که توش هست مثلا من اگر این گفتم در مورد زمانی است که من دارم حال الان صحبت میکنم هنوز این اتفاق کلا نیفتاده دوش گرفتن و اینا هنوز اتفاق نیفتاده یا حالت دیگه هم ممکنه باشه که واسه گذشته باشه که دوش گرفتن مثلا اتفاق افتاده شونه کردن هم اتفاق افتاده تموم شده ولی اینجا هیچ کدومشون هنوز اتفاق نیفتادن این مهمه بدونید در اون حالتی که گذشته باشه ناخته مثلا دارم تعریف میکنن معمولا تو داستان تعریف کردن هست اینجوری مثلا سه چهار سال پیش بله

گینگم ویه ببینید با حالت پرتریتوم گفتم پلوس کوام پرفکت اینجا باشه اینجا اینجا پرتریتوم اینجا گذشته بعید پلوس کوام پرفکت و اینجا گینگن گینگم ویه این دی حالا اینو میدونی که بعد از کما فعل میاد و فعل جمله بعد میاد و اینا دیگه اینا رو باید بدونید الان فقط خواستم بگم که اینجا ناختم جمله‌ای که توش میاد همیشه یه زمان عقب تره میتونه واسه حال گفته باشه که هنوز انجام ندادیم وقتی ناخته ما حتی واسه حال میگیم اینجا حالت پرفکت گفته میشه وقتی واسه گذشته میگیم اینجا که توفن حته میشه و اینجا میشه حالت گذشته ساده ببینید گذشته ساده ببینید که یه جاهایی کاربرد هم داره مثلا اینجا ولی خیلی کم میشه ما از این استراکچر بخوایم استفاده کنیم بچه ها کم استفاده میشه معمولا وقتی بخوایم یه چیزی در مورد گذشته اتفاق افتاده توضیح بدیم بله نیاز داریم حالا اگر من اینجا به جای حته میتونه وار باشه ایش بین ایم بگگنت من با او برخورد کردم با او درسته؟ حالا اگر برخورد کرده بودم میخوام یه چیز گذشته بگم گذشته دور ایش وار ببینید بین میشه وار ایم بگگنت در درس پلوس کنم پرفکت اینا رو من گفتم اینا تکراره خب حالا بگیم بعد از اینکه باهاش برخورد کردم یه ماندن به یعنی سلام احوال پرسی کردن یعنی با کسی را سلام احوال پرسی کردن نمیگیم یه ماندم چرا؟ من نمیگم با کسی سلام احوال پرسی چرا نگفتم یه ماندم چون این تو آلمانی میگیم یه ماندن چون ب داره ببینید به که داشته باشه همیشه اینجا مفهول آکوزاتیو میاد خب بعد از اینکه تمرین باش برخورد کردم سلام علیک کردیم یعنی با هم سلام علیک کردیم ببینید بعد از این که گذشته از همش این یک خب یک بعد از این که باهاش حالا با اون پسره برخورد این باید گذشته دور بیاد بعید بیاد ماضی بعید اینجا سلام علیک کردم با فعل بگروسن بگیم خب دو یکم واسه زمان حال بگم مثلا یه چیزی هنوز اتفاق نیفتاده بگیم چی مثلا بگیم حالا یه چیز دیگه هم بگم با حتن هم بگم چون اینجا به هست وار هست بعد از اینکه عاشق هم شدند ازدواج کردند خب ازدواج کردن یه یعنی چیز مهم داره که باید بدونید که شما کسی را ازدواج میکنید نم میدونید سه یه چیزی هم حالا بگیم واسه حال باشه هنوز اتفاق نیفتاده باشه دارید با یه نفر تلفن صحبت کنید؟ بعد میگید حالا اگر با هم با هم آشنا بش بعد از اینکه با هم آشنا شدیم بعد از اینکه با هم آشنا شدیم میتونم دعوتت کنم خب نفر دارید صحبت میکنید حالا میگه حالا وای ها بیا حالا بعد از اینکه آشنا شدیم هنوز اتفاق نیفتاده بعد از اینکه با هم آشنا شدیم بیشتر هم حالا بگیم بیشتر معمولا اینجا به بیشتر میگن نزدیکتر نزدیکتر بعد از اینکه با هم نزدیکتر آشنا شدیم یعنی بیشتر آشنا شدیم نه کنن لرنن حالا اینا رو شاید بدونید من دعوتت می میکنم پیش خودم تو خونه تو خونم به خونم دعوتت می میکنم اینجوری بگیم به خونم خب این سه تا جمله خیلی مهم این دوتا در اون گذشته است که باید بدونیم ناختم هیچ وقت زمان حال نمیاد همیشه یه حالت گذشته داره یا گذشته پرفکت هست اینجاش یا گذشته بعید هست در واقع پلوس کوان پرفکت هست و اینجا هم که دیگه فکر کنم الان یاد گرفته باشید در درس بعد در مورد بفور صحبت بفور هم هست در درس بعد صحبت میکنم و همچنین من در درس 200 تا 201 202 اینا گفتم که ما میتونیم به جای ناخته یعنی بعد از اینکه کاری کنیم که اسم بیاریم یعنی فقط ناخ بیاریم ناخ یعنی بعد از اینکه دیگه نداره مثلا من اینجا میتونم بگم ناختم دوشن ناخدم دوشن بعد از ناخ در واقع داتیو میاد ناخ دیم دوشن گیم وی این سکینو بعد از دوش گرفتن اینجوری بخوایم ترجمه کنیم میریم کینو میریم سینما اینجا میتونم بگم ناختم ترفن بعد از دیدن دیگه زیشو نمیخوام بگم ناختم ترفن ناختم ترفن گینگن وی این دی میتونیم بگیم بله بعد از ناختم ترفن به جای فعل زیش ترفن بعد استفاده کنید که تش رو باید بزرگ بنویسید دیگه اینا رو میدونید پس ناختم یعنی بعد از اینکه ناخ یعنی بعد از وقتی وقت بعد از باشه بعد از از بازی اسم بیاد ناخ اون زرم ترفن اینجوری هم میتونید بگید بعد از دیدارمون بعد از حالا ملاقاتمون ناخ اون ترفن گینگم ویه این دیشتاد رفتیم تو شهر به همین ترتیب خب حالا اینجا من دیگه میخوام از بعد از اینکه استفاده کنیم یعنی اینکه بیاد در واقع ناخته این باشه بفور حالتی داره که در واقع اختلاف زمانی بین جمله اول و جمله دوم نیست حالا اینا در درس بعد میگم چوست